سلام، ما منزل نیستیم. لطفا پیغام بذارید، در اسرع وقت باهاتون تماس میگیریم. الو، معصوم منم. میخواستم یه کاری بکنم که دیگه تو این دنیا نباشم، ولی نتونستم. حلالم، فقط اینو بدون که من دزدی کردم ولی قاتل نیستم. نمیخوام با خودت فکر کنی که یه عمر با یه قاتل زندگی میکرد، ولی دیگه تا آخر عمر من رو نمیبینی. بگی سر گذاشت به بیابون و گم شد. خدافز، خدافز. شما در نظر سلام قربان، بفهمید اولین اتوبوس کی حرکت میکنه؟ یه لحظه اجازه بفهمید، نیم ساعت دیگه کرمان. یه بلیت بدی یه نفر. آره، زحمت بکشین کارت ملی آبربانکتون رو بدین به من. جناب رمز، یک دو تا سه یک. خدمت شما. دست شما درد نکنه. نپاش پوسید. خب من میپوسم. بابا نقاشی ما ببین چه قشنگ کشیده. برای باغ دیگه، دعوت مینا و فرهادیم. آه، میگم این مدت ما خیلی زحمت دادیم به اونا، میخوای بگیم اونا بیان؟ مگه باشون تعارف داریم؟ میریم یه حال هوایی هم عوض میکنیم. یه دمی بشینیم. خیره، بشین. بفرمایی. میگم مهدی، یه چیزی بگم ناراحت میشی. نه بگو. یه چیزی فکرم مشغول کرده، اصلا نمیدونم آشاد، اصلا وسواس منه، ولی نمیدونم. خب الان چه ربطی به باغ داره؟ نه یعنی میگم داره مثلا تا من به قطعیت برسم، حالا کمتر رفت آمد داشته باشیم، حالا چه مثلا خونه چه باغ. چرا؟ نمیتونم بگم. تو به من میگی با خواهرم قطع ارتباط کنم بعد دلیلشو نمیگی؟ باشه، من که فکر کردم اون مسئله حل شده. اولا که من اصلا نگفتم قطع رابطه کن با خواهره، بعدم من که گفتم به جریان انتقال تو ربط داره. من نمیتونم صدرم، تو اگه میخوای رفت آمد نکنی نکن، نمیتونم مجبورت کنم. مگه منو تو داری؟ نه، ولی من نمیتونم قید خواهرمو بزنم.
صدرا تو علکی هیچ حرفی رو نمیزنی، مخصوصاً یه همچین چیزی ها. منو نگاه کن، بگو چی شده. که هنوز قطعی نیست هیچی برام دیگه. چه میدونم چی بگم؟ تو میدونی، تو نگی ولت نمی کنم. گوشی؟ گوشی منو زنگ میزنه؟ گوشی؟ سلام سرگفت، چی شد؟ سلام، دیدی تو اتوبوس گرفته رفته کرمان. خب عکسشو بفرست دادسرای کرمان، نیابت براشون میفرستم به آقایی دستور رو جلب بدن. بله چشم، خداحافظ. خداحافظ. آدمی تو زندگیش اشتباه میکنه واسه. مهم اینه که به اشتباهش پی ببره، دوباره نره سمتش. هر اشتباهی که اشتباه نه، یعنی اشتباه معموله نیست. اصلا بعضی از اشتباه ها اساسشون اشتباهه. جمله میسازه واسه ما عباس علی. که یه اتفاقی بود تمام شد رفت. تو هم خود رفتی، هرچی میتونستی بهشون گفتی. احاج آقا هم خود پرسیدیم، گفت چون نمیدونستین اینا خلافکارن، گناش گردن شما نیست. حالا دیگه توکل به خدا. چی موقعتی کرده میبینه؟ به خاطر یک گرون 2000 خودمون انداختم تو حجر. با عباس علی، حجل مچل دیگه هرچی بود تموم شد رفت. یالای تب تو عصبی هن. آروم باش، فراموشش کن، اصلا خاک بریز روش. خاک و کیون بی شرف ها ریختن رو حمید رضای بیچاره. آخ ببینی، خاطر مال دنیا جونش از دست داد. کاش ما جون سالم به در ببر. چی گفتی عباس علی؟ چیه؟ گفتی به خاطر مال دنیا جونش از دست داد؟ آره دیگه، سوار مال دنیا شد، پرگاز تو جاده رفت، تصادف کرد، مرد دیگه. نه عباس علی، گفتی او بیشرف ها خاک ریختن. شو بیشرف ها کیم؟ عزیز من، ببینم تو اصلا سیب تو خورده؟ عباس علی، سیب مال ماه چهار حاملگی هن. الان تخم مرغ ناشتان که دارم میخورم. بس عوض نکنم تو مرتبه چی کار کردی عباس علی که داری قایم میکنی ها؟ به جون لیا من کار... به جون خودم کار نکردم من لیا جان. عباس علی، امیرزای کشتن؟ نه بابا. عباس علی تو چشم نگاه کن، به ما دروغ نگو. حمید رضای کشتن؟ میگم شاید، یعنی او تصادف هستن علکی بوده؟ شما اینقدر به چیزای خطرناک اینا فکر نکن، اصلا برای بچه خوب نیست. وای عباس علی چی کار کردی؟ یعنی اینا انقدر قاتل؟ وای خدا بد باش. وای عباس علی چی کار کردی؟ وای عباس علی خواهش میکنم لیا. عباس علی ای بابا نکن اونجوری دیگه، برمونت به لیا زدش. ای بابا بشین اونجا، نکن اینجوری، برمونت برم. آخه این کارا چیه میکنی؟ یه خورده آروم باش لیا. بابا لیا جان، لیا آروم باش. لیا جان پاشو دلانم اونجوری فشار نیار. خیلی خوب، آروم باش، آروم باش. خانم داشته بر، خانم دکتر، خانم شریف. بله ببخشید به زحمت، میشه بیارین بالا؟ لیا حالش خوب نیست. خانم دکتر نیست. عباس علی آی خدا، آروم باش. آی خدا، وای یه صدا کن عباس علی. لعیه جون چی شده؟ نفست بالا نمیاد؟ برم برات آب بیارم؟ ببین گوش بده به من، خانم دکتر شیفت امشب نیستش. من میرم بهش زنگ میزنم، بهش بگم چی کار باید بکنم. من بخورم آی خدا، شاید وقتشه. چرا وقتشه؟ من چه کار کنم آقای بازپرس؟ 69 میلیون تومان هم از دست رفته؟
عزیز من نباید به این راحتی اعتماد میکردی دیگه. الان دائما تو رادیو دارم میگن آقا اگه باهاتون تماس گرفتن گفتن یه جایزه چیزی بردید به راحتی اعتماد نکنید. وقتی میگه آقای علی دایی تو استدیوس باهاشون صحبت کنین چرا باور نکنم؟ حالا آقای دایی تو استودیو بودن؟ بله بودن. خود شما ایشون رو دیدی؟ معلومه که ندیدم، رادیو بود صداش شنیدم. حالا تحقیقات کامل بشه ببینیم پلیس فتا میتونه ردی از اینها بزنه یا نه. آخه عزیز من شما سن و سالی ازت گذشته، نباید به این راحتی اعتماد کنی. حالا یه بچه کوچیکم میدونه دیگه، نباید به این تماسا اعتماد کنه. آقای باسپوس من کی به پولم میرسم؟ نمیدونم، حالا انشالله میرسیم. بله خانم پناهیان. پس یعنی هیچی؟ آقا من همچین حرفی نزدم. بله بسیار خوب، مراجعه کننده رو 5 دقیقه دیگه بفرستید تو. بله. تلفن بزنم هزینش هم هر چقدر بشه میدم؟ مشکلی نداره آقا سعیده، دست شما درد نکنه. سلام، من هدایت مسلمه هستم، میخواستم به بازپرس حسینی صحبت بکنم. میشناسه مرا؟ بگی پرونده قتل زن موسا پیوسته. چند لحظه گوشی؟ بله خانم پناهیان. آقای هدایت مسلمی پشت خطه. بس کن. بله سلام، من هدایت مسلمی هستم، میخواستم با بازپرس حسینی صحبت بکنم. من بازپرس حسینی هم، آقای مسلمی نباید فرار میکردی. من کسی رو نکشتم آقا. خیلی خوب، بیا همینا رو بگو، هر چیزی که بهت کمک میکنه همونو بگو. من قتل نکردم، کسی رو نکشتم. آقای مسلمی شما طلاها رو دزدیدی، روند تحقیقات رو منحرف کردی، دروغ پشت دروغ. دزدیدم چون چاره‌ای نداشتم، آبروم پیش زن بچه‌م رفته بود، پسرم رو از دست میدادم، دخترم رو نمیتونستم اونجوری که لایقش شوهر بدم. دزدی و قتل در بدترین شرایط هم راه حل نیست. من کسی رو نکشتم، زن موسا خودش افتاد. میفهمید؟ خیلی خوب آروم باش، آروم. البر چی به من زنگ زدی؟ زنگ زدم بهتون بگم من قاتل نیستم. اینقدر در گوش زنم نخونید که هدایت قتل کرده. خیلی خوب بگو ماجرا چی بوده. ماجرا؟ رفتم به زن موسا بگم شوهرشو مجبور کنه به ام قرض بده، قبول نکرد، کلی حرف بیاب بارم کرد، تحقیرم کرد، عصبانی شدم. چی میخوای؟ از جون من چی میخوای؟ چی Тихо, Ром!
عطیه خانم. چطور شد که یهو دیدم تو اتاق بالاییم جلوی قوطی طلاهاشون، به خط نیازم برداشتم و رفتم. آقای مسلمی، الان برات پرونده قتل عمد تشکیل شده، ولی هنوز راهی هست که همه چیز به خوبی و خوشی تموم بشه. برگرد کمک کن تا بتونیم ثابت کنیم اونو نکشتی. معلومه که نمیتونم. الان هرچی بود به شما گفتم. باور کردی حرفمو؟ عدالت محکمه پسند نیست. اون صندوق کابوش بی همه چیز دلایلش محکمه پسنده که پول کلی بازنشسته میچره رو خورده و یه قلوب خوابم بوش. دلایل من که مورچه رو له نمیکنم که خدا قهرش نگیره محکم بسند نیست. به صندوق کاوش چه رفتی داره؟ اون از خدا بی خبره یه عمر از ما پول گرفته تا بعد بازنشستگی دستمون رو بگیرن، ولی جفا گرفتم رو کلمه رو کوبیدن به تاق. 8 ماه رفتم و اومدم، هیچی به هیچی. اگه بامی که حقم بود و بهم میدادن من فراری بودم. الو الو آقای مسلمی، واردت هم باز بشه به حال ماشین لوکس فرقی نمی کنه. نه از من کف قیمت اونا 1500، یه ریال هم پایین تر نمیدم. نه اینجا شونه بزنه. خیلی خوب باش، اگه همه شو 1500 برمی داره بگو یاد نمایش کن. دست شما درد نکنه خانم جون. صدر جان. بله بله. پس چی شد این قرارمون؟ این بنده خدا منتظره. من چند روزه زن گرفتم خانم جون. البته اشکالی هم نداره، فکر نکنه خیلی آتیشمون تنده. حالا من هفته قدم چون زن. باشه باشه باشه. ببین میگم صدر جان، اینا رو بزن تو این جوجه که طعم‌دار بشه. دیر گفتید دیگه تموم. خب حالا چند تا جدا بزن. بزن آره جدا بزن. دست درد نکنه. زحمت این حرفا چی؟ ما از بابا اومدیم تهران حسابی به شما زحمت دادیم. بعد سوال مونده است آقا صدر جان، باغ که اینجا خالی افتاده، هر چند وقت یک بار بچه‌ها رو بردار بیار اینجا، حالا هواشون عوض بشه. چشم خالی که فایده نداره. چرا نمیای؟ کی آماده میشه جوجه ها؟ الان آماده میشه. بچه ها گرسنه. آقا صدر، روز من ردیفش میکنم. نه شما برو نون و سینی رو ردیف کن. بیا بیا یه باد بزن. بده من میام. خواهد جان درخواستی که برسادم شما رو کنید. من که بهت گفتم نمیتونم پرونده کاوشو بدم بهت. اصرارت واسه چیه؟ درخواست عجیبی نیست که یه پرونده تو شعبه من در جریانه، برای اینکه به نتیجه برسه با پرونده یه شعبه دیگر رو بخونم. صدرا جان ببین این جوجه رو شدید باد نزن، یواش که مغز پخ بشه. خانم جون هنوز جوجه رو نذاشتم. چش بذارم مغز پخ. حالا وقتی گذاشتی و میگه زودتر داره توصیه میکنه خانم جون. بعدم یه روز شما اومدین تفریح انگار دارین حرف کار میزنی. چش ولی من شروع نکردم خانم جان، ایشون شروع کردن. حالا هر کی شروع کرد. چش حامد
شنبه بیام پرونده رو بگیرم. گوش بدی بعد نیست داری میگی واسه خودت؟ مگه میشه بچه ای آدم نفهمه که باباش چی کار کرده؟ آره میشه، بهش بگو تصادف کرده مرد، یه چیزی سر هم کن بگو. قطع بله نکو. من نمیدونم این چه تصور اشتباهیه که همه فکر میکنن مسافرت خارجی خیلی گرون در میاد. مثلا همین ترکیه خیلی گرون در بیاد 20% از کیش خودمون گرون تر میشه. جدی میگی دختر خاله؟ آره بابا. به نظر من خیلی منطقی نیست آدم توی اوضاع پولشو دلار بخره بعد ببر خارج خرج کنه. بالاخره که بعد دنیا رو دید خاله جون. بله. اون ماره زمانی که اول مملکت خود جای قشنگشو ببینی بعد هر جای دنیا دوست داری بری. خب دیدن فضای دیگه هم خالی از لطف نیست که. مثلا اونجا تو بعضی از متروهاشون قهوه مجانی میدن. چی؟ مترو؟ قهوه؟ این جوانه چه حرفایی میزنن به خدا؟ قربونت برم من. دوتا قهوه درست کن مرد دختره. ما روز دیگه تا قهوه ها رو درست کن. حلالم کمسون. نشد اون چیزی که دلم میخواست. چیه من به خدا؟ خواسته خودکشی کنه. خدا رو شکر نشد. خب کیه؟ اتفاقایی که توی صندوق کاوش افتاده نتیجه شده. من خودم خواسته وام بگیره ولی نتونسته. درگیر یه پرونده قتل و دزدی شده. یادم آبرودار. ای بابا عجب. حامد جان این یکی از کسایی که از صندوق کاوش لطمه دید. خیلی های دیگه هستن رضاعت و مشکل براشون پیش اومده ما اصلا متوجه نشدیم. اینا گذاشته گوش کنم که بگی من مقصرم؟ همچون منظوری نداشتم حامد. حالا برخواه این شرکت که فرهاد داره یا داشته برخواه باید معلوم بشه ربطی به صندوق کاوش داری یا نه، اساسی مجموعش هست یا نه. میگم از کجا میدونی من باهاش حرف نزدم؟ ببخش حامد جان ولی فکر کنم زیر سیبیلی رد کردی دیگه. این حرفتو نشنیده میگیرم. خیلی هم به حسد اعتماد نکن. خیلی جاها درست کار نمی کنه. فرهاد گفت بهش وام نمی دادن. مجبور شد یه ارتباطی بزنه بره پیش مدیر عامل بانک و ازش بخواد کمکش کنه. حامد جان قبل اینکه فرهاد وام بگیره تا از این ماجرا با خبر نبودی؟ چرا؟ اتفاقا خبر داشتم. گفت میخواد بره از بانک فردا وام بگیره. اگه من میدونستم تو اون بانک چه خبره بی دلیل میگفتم نرو؟ نمیدونم. به من نگاه کن صدرا، تو داری منو به چی متهم میکنی؟ حامد من تو رو به چیزی متهم نمی کنم. چی؟ تو به من شک کردی؟ جواب منو بده. تو به من شک داری؟ متهم نمی کنم. من بازپرس می گیرم. بازپرس کار چی؟ با شک کنه به همی چی دیگه؟ حرفایی می زنم. چند سال قبل این که تو به فهمی قوه قضایی کجاست و چیه من اونجا کار می کردم.
تو داری بهم تهمت میزنی؟ حالا جا من به تو تهمت نمیزنم، اما اگه تو حست اینه دیمه ایش کارش نمیتونم بکنم. فکر کردی کی هستی که با من اینجوری حرف میزنی؟ مهتاب جمع کن، جمع کن مسئولو. ما این حرفا رو نداشتیم با هم دیگه. لالا فهمیدم چرا میگفتی ناحرفای من. تایگه با طاهر رو الان بشینی دور هم بخوریم. مهتاب ماشی منتظرم. یعنی چی حامد کجا میری؟ آخه چی شد؟ نمیخوای چیزی بگی؟ همیشه میگفتی صدرا جای برادر نداشتت پر کرده. آقا چی شد یهویی؟ چهار تا پرونده سنگین دادن دستش، هوا ورش داشته واسه من. باشه قبول، حداقل باهاش صحبت میکردی. حرفی باهاش ندارم. یعنی میخوای این دعوا و دلخوری بینتون ادامه داشته باشه؟ با کسی که فکر میکنه خبط و خطایی نداره حرف زدن باهاش اصلا فایده ای نداره. در ضمن شما هم لطف کن تو این ماجرا دخالت نکن. اگه هم خواستی با خواهرت ارتباط داشته باش، ولی من دیگه با صدرا کاری ندارم. یعنی چی؟ نمیفهمم. نباید کاری میکردی که حامد اینقدر عصبانی بشه. من تا حالا صدای بلند حامد رو نشنیده بودم. اگه من باعثش شدم معذرت میخوام. خب معلومه تو باعثش شدی. با کی داشت حرف میزد؟ با تو حرف میزد دیگه. صدرا جان، تو یه وقتی پشت سر حامد نماز میخوندی، میگفتی حق برادر بزرگ به گردن من داره. حالا چی بهش گفتی که کارت به استخونش رسید؟ چون حق برادری به گردنم داره نگرانیمو در مورد این موضوعی بهش گفتم، ولی مثلا فکر نمیکردم همچین برخوردی بکنه. اصلا حامد صداشو بلند نمیکنه. حتما یه چیز نامربوط بهش گفتی که اینقدر زبانی شده. خانم جون نگرانش بودم، گفتم که. نگران چی؟ سر کار اتفاقی افتاده؟ نمیتونم بیشتر توضیح بدم، ببخشید. صدرا من تو رو دوست دارم، مثل اولادم، قبولت دارم، ولی اگر حامد اشتباه هم کرده بود میتونستی با یه زبون بهتری بهش بگی که انقدر عصبانی نشی. من که گفتم معذرت میخوام. هر آدمی ممکنه تو زندگیش اشتباه بکنه، حتی تو که سر تو قرآن و نمازه، ممکنه شیطون بیاد سراغه. اتفاقا شیطون سراغ آدمای مثل تو بیشتر میره. صدرا جان نکنه یه وقت کبر و غرور بگیرتت مادر. خانمشون من غلط بکنم مغرور بشم. خدا نکنه، دور از جونت. شما نمیخوای چیزی بگی؟ ترجیح میدم جلو بچه ها حرفی نزن. دعوا نکردیم که. چرا دیگه؟ اگه دعوا نکرده بودیم اینجوری نمیذاشتم برم. دعوا نبود بابا، من یه چیز گفتم عمو حامد ناراحت. همین دیگه عمو حامد از بچا صابون خوردین، ببین کیفتون رو ببندید تا مداد انگیاتو جا نذاری. یا بودو نازنین خانم، من با شما نیستم. چشم من یه بار گفت تو این خونه یه چیزی باید 100 بار تکرار کنی. چای نمیخورم، دیره. نازنی همه کتاباتو ورداری یا چیزی جا نذاری. حامد شوهر خود من باشه یا نباشه همیشه کناره بوده و بهت کمک کرده. هر اتفاقی هم افتاده بود تو نباید اونجوری رفتار میکردی. من چیزی نگفتم حامد ناراحت بشه. خودتو مگه همیشه نمیگفتی اگه حامد نبود مسیر زندگی عوض میشد؟ بیشتر از مسائل حقوقی از حامد انسان بودن و
آدم بودن رو یاد گرفتم. پس بعد یه عمری ما رو برده بودین باغ، میخواستین به ما بد بگذره. مهدیه، بیشتر از گذشته آدم ها حالشون مهمه، این که الان با خودشون چند چندن. خداحافظ. بیرایی که توسط شرکت مرادیده سبا از شرکت نفتی درخشان خریداری شدن 10 روزه فروخته شدن. پس چرا با این شرکت درخشان تسویه حساب نکردی؟ والا سر در نمیارم از کارشون. بیرا رو به نصف چه عقب میمونه؟ سالده با باترشو عوض کرده که در مورد رد پولا چی؟ به نتیجه رسیدی؟ رد حسابای شرکت مرادیده سبا رو زدیم. پول به 2 بخش تقسیم شده. بخش اول توسط چند تا صرافی از کشور خارج شده که ما هنوز نفهمیدیم کدوم صرافی‌ها. خب ما باقیش توسط شخصی به اسم جمشید آهنگری به چند تا حساب انتقال داده شده. البته افراد دیگه هم هستن ها، ولی بیشترین وارزی مال همین آقا بوده. اطلاعات حسابا کن بیا اینا. این که یه سری شماره حساب ردیف کردی، نبیدیم به درد من نمیشه به همین راحتی درشون آورد. 50-60 حسابه، از اون حساب هم چند تا گردش دیگه داشتن. بس بچرخ تو بچرخی. ای بابا، فکر همه چی رو کردن. یکی از روالای پولشویی همینه. من خودم چند بار نامه مفصل نوشتم به بانک مرکزی، نوشتم تا موقعی که سیستمی طراحی نشه که بشه پولایی در گردش رو ردزنی کرد، آش همین آشه و کاسه هم همین کاسه. این وسط صندوق کاوش چی؟ مگه سهم نداشته تو ماجرا؟ این شرکت مارال دیده سبا زیر مجموعه شده دیگه. هیچ پولی به حسابش واریز نشد. با این حساب باید هر طوری شده رد این پولا رو خارج از کشور بذاره. بچه ها دارن رو صرافی کار میکنن. همین آقای جمشید آهنگری چطور؟ به نظرم سرنخ خوبیه. توی آدرسی که ازش ثبت شده نبود، ولی پیداش می‌کنم. منم با شورای حل اختلاف محلتون صحبت میکنم که صاحب نونبایی رو مجبور کنم به دهی شما رو بدن. انشالله که فرزندهای شما بتونن شغل مناسبی پیدا کنن. دست شما درد نکنه. دست شما نه. خدا خیرتون بده. بریم خانم. به سلامت. رشوه دادی فرهاد؟ من؟ از این کارا بلد نیستم. حرفش پیش میاد دست و پا میلرزه. وثیقه چی گذاشتی؟ چیزی نداشتم بذارم، چک گذاشتم. فکرم نمی کردم قبول کنن، ولی قبول کردم. هیچ جا با چک 130 میلیارد وام نمیده. خب خیلی باشون صحبت کردم دیگه، آخر سر مجبور شدم که بگم درصد سودشو ببرم بالاتر. شرکتت با صندوق کاوش ارتباطی نداره؟ صندوق کاوش؟ نه، نمیشناسم. کجا هست؟ زیر مجموعه جایی نیستی؟ نه. کار اشتباهی کردی که قانونی جلو نرفتی. زودتر تصفیهش کن. تصفیه شده؟ یعنی الان هیچ بدهی به بانک نداری؟ نه، کاملا همش تصفیه شده. حاج آقا مشکلی پیش اومده؟ فرهاد، تو که موقعیت شغلی منو میدونستی. والا من به خاطر شغل شما از سایه خودم هم دیگه میترسم. همون اول که دیدی قانونی مثل بقیه نمیتونی وام بگیری،
باید بی خیالش می شدی. خب اگه بی خیالش می شدم که بعد برمیگشتم زندان. به حال من معذرت می خوام. ببخشید. حق با شماست. من بیشتر دقت می کردم. بریز با پاشتونم کمتر کنی. چشم. به سلامت. با اجازه. خداحافظ. سلام. سلام. به حرفایی که زدی، به رفتارهایی که کردی خیلی فکر کردم. نمیخوام دینی به گردنت داشته باشم. چه دینی؟ نمیخوام فکر کنی کاری برام انجام دادی یا لطفی به من کردی. اصلا به همچین چیزی فکرم نکردم. چه کاری مثلا؟ به حاج آقا امیدی بگو به حفاظتم گزارش بده، نسبت خونوادگی رو هم تا کن و بذار یه گوشه. خداحافظ. معظمی رو از این پرونده بانک فردا در بیار بده به من. خیلی من اتاق داریم؟ اسمت چیه؟ مسلم جمالی. تو اگه میخوای کارو به سرانجام برسونی باید خیلی بدهی. آخه سعادت آدم کمی نیست که بشه به همین راحتی بهش مشکوک شد. کی؟ ایوب امانی. تهیه کننده است. هم فیلم سینمایی کار میکنه هم سریال نمایش کنه. پرونده ممکنه از دستم خارج بشه. یلکی پاسپورتو عوض میکنه. اگر یه دونه این خبرنگارای فضول بیفته دنبال این ماجرا میدونی چی میشه؟